در میزنه. یعنی اینکه روز عقلانیه زر مفته. اگر پیامبر این رو گفته زر مفته. اگر الله هم اینو گفته زر مفته. هیچ عقلانیتی درش نیست. اصول دین عقلانیه. بیا به شکل عقلانی معاد رو به من توضیح بده. قیامت جسمانی رو بیا برای من توضیح بده. آبها مشتعل میشن. وحوش الحشرت. بیا به من بگو چجوری حشرت دایناسورها 190 میلیون سال زندگی کردن. حشرت این رو بیا به من ثابت کن از طریق عقلانی. کلمات رو داری بازی میکنی، میگی فکر چیزی که به تفکر بهش برسی. نه دوست عزیز، شما کاملا دارای ایدئولوژی هستی. ایدئولوژی میدونی یعنی چی؟ ایدئولوژی اون نیست که تو ویکی‌پدیا میکنی. ایدئولوژی یعنی این که شما میگی 1 2 3 همینجوری میری میگی 9 10 شما مخرجت میشه 10. حالا شما یه جایی هست میگی 1 2 این وسط 4 5 نیست، باز نتیجت میشه 10. این یعنی ایدئولوژی. ایدئولوژی یعنی این که شما در هر حالت یک مخرج میگیری، حتی اگر نقصی توی اون موضوع باشه. هزاران سوال هستش که جوابی براش توی اسلام نداری، اما باز هم نتیجهش الله. این یعنی ایدئولوژی. بحث از تفکر و اینها نکنید، اینها همش بازی با کلمات. حالا من نقاش تو بحث مسیحیتم، شدیدن اطلاع دارم من مسیحیت. مسیحیت تو کل همه این مجسمه‌هاش هم می‌بینید. اون چیزی که از توی اله، منظور الهی از توی خدا، به هیچ وجه نیازی نیست پوشیده بشه، چون همه چیز زیباییه. عیسی رو می‌بینید که خیلی جاها لخته. بعد از یک مدتی تو رنسانس اومدن برای عیسی شورت کشیدن. در واقع داشتن به تمسخر قائل می‌شدن برای این. همون موجب رنسانس شد. یک کشوری من به شما میگم، شما هیچی از این کشور نمیبینید که بیاد الله اکبر بگه، ریش بذاره بخواد ترور کنه، بخواد اون ریشو برای خودش مظهر دینش کنه. میدونستید اسپانیا 30 ثانیه ممنون چشم. میدونستید ناصر جان اسپانیا 1.5 میلیون، بیش از 1.5 میلیون مسلمان داره، هیچ وقت انتحاری نمیزنه. میدونی برای چی؟ به خاطر اینکه تو اسپانیا دقیقاً از راه بی احترامی به اسلام، اسلام رو نرم کردن. میگفتن آنتی کراست، بهش میگفتن که دجاله، میگفتن محمد دجاله. سر همین اسلام نرم شد. اتفاقا راه نرم کردن ادیان از بی احترامیه. من احترام میذارم به همه ادیان اگر به تعداد انسانها ادیان باشه، 2 نفر دینشون مشابه باشه. همونطوری که گفتم محمد زر مفت زده، الله زر مفت زده، هر کیم که بابت ممنونم یه بار زر مفت زده. ممنونم از شما، خواهش میکنم. علی عزیز اگه صحبتی داری آقای علی صدا هست؟ بله. صدا هست؟ بله. خب من این دور دوم رو استفاده کنم، بحثای قبلیم کامل نشد. ببینین همینطوری که الان دوستانم صحبت کردن، به نوعی یک جنبندی حدودی من تونستم انجام بدم. تقریبا عقیده و تفکر رو نباید جدا کرد. من دفعه اولم گفتم عقیده همون عقده قلبی و دلبستگی هست و یکی از نیازهای انسانه، یعنی هر انسانی بالاخره عقایدی داره. عقاید رو هم اینطور نیست که استانداردهای دنیای امروز بگن چیزهایی که اختیار خودت نبوده، مثل نژادت و جنسیتت، اینها قابل توهین نیست چون انتخاب تو نیست، ولی هر چیزی که خودت انتخاب کرده باشی قابل توهینه. نه، این رو هم من قبول ندارم، به خاطر اینکه ما عقایدمون رو که انتخاب میکنیم یک حریم امنی برای خودمون قائل میشیم و با اون احساس آرامش میکنیم. کسی که به اونها تجاوز میکنه ما رو زجر میده. حالا نه مثل مثالهای دم دستی که یکی از دوستان زدن، مثلا خورشت قرمه سبزی، چه غذایی دوست داری، چه رنگی دوست داری، نه، اما اون چیزهایی که واقعا اهمیت داره و در هرم مازلو برای ما ارزش به حساب میاد، مثل صداقت، مثل محبت، مثل عشق، مثل رابطه پدر و فرزندی. همینطور بریم بالا، هر چیزی که ارزشمنده و انسان بهش عقیده‌ای داره، اگه کس دیگری بیاد بی دلیل به اون توهین کنه، این نوعی آزار رساندنه، مثل یک آزار فیزیکی. و برای همین من همچنان معتقدم توهین کردن به عقاید زمانی که لزومی نداره و اون عقاید به ما کاری ندارن قطعا کار غلطی هست و باعث بالا رفتن سطح تنش‌های بین انسان‌ها میشه. همونطور که الان تو اون گروه دیدین، از جایی که اون دوست عزیزمون اومد و کنترل خودش از دست داد و چند تا توهین کرد در بحثش، تنش بالا رفت. خب ما در بین آدم‌ها، این دوست عزیزمون آقای چیز گفتن که اگر
اعتقادات به تعداد نفرات دنیا باشه من کار ندارم، ولی همین دو تاشون یکی بشن ایراد داره. در صورتی که اینم اینطور هم به نظر من نیست. خیلی وقتا دسته های انسان ها گروه بندی میشن بر اساس عقاید مشترک. مثلا یه گروهی در دنیای امروز معتقدن که زمین تخته، با همه اون تناقضاتی که وجود داره و همه حرفا. خب اینا یه گروه هم دیگه، بهشون میگن زمین تخت گرایان. ممکنه تو این زمین تخت گرایان آتئیست هم باشه، ممکنه در واقع غیر آتئیست هم باشه، باز اون یه گروه بندی دیگه. اگر ما بیایم به عمد برای اذیت کردن اونها، نه نقد میگم، ما هر چی مقاله بنویسیم هر چی اثبات بهشون بدیم اینا همه سر جای خودشه، اما اگه بعد اذیت کردن اونها به قصد اذیت کردن اونها کاری انجام بدیم، در واقع داریم سطح تنش ها رو بالا میبریم و این باعث میشه که نظام جامعه شکل نگیره. و همونطور که دوستان عزیز گفتن، این خودش نوعی استبداده، یعنی این اصلا راه مبارزه نیست، این بیشتر در واقع نقض غرضه. اگه شما میخواهید که عقلانیتی در یک جامعه شکل بگیره، باید گفتگوی مدون و کلاسیک رو، اگه میخواهید مبارزه کنید با یک استبداد دینی، باید ایرادها و استدلالهای اونها رو نابود کنید و انسانهای عاقل و مصمم و صبوری رو پرورش بدید که بتونن مردم رو جذب کنن. و اگه نه، با توهین کردن فقط به اونها یه حالت حق به جانبی به اونها میده که اونها هم در مقابل شما اقدام کنن. ممنونم از شما علی عزیز. ممنونم علی جان. اگه صحبت دیگه ای نداریم، علی جان اگه صحبت دیگه ای نداریم، میتونیم محسن رو بکنیم. محسن من شما رو نگفتم موفت آردینس کن، عرض کردم که با علی بودم. اوکی آقای صبح شما بفرمایید. درود به شما. من میشه بعد از آقای علی صحبت کنم لطفاً؟ بله بله، سپاسگزار. بفرمایید علی آقا. ممنون از وقت مجددی که من دادی. در جواب آقای ناصر که اون دوتا روایتی که من خوندم گفتن که منظور ولایت علی نیستش، منظور مشی علیه، که مشیشون رو انسانیت و عقل و اینها گفتن. این مشیشون اگر هم بوده، مشای دیگه‌ای هم داشتن که کشتار و جنایت هم بوده، که همونطور که تو تاریخ تو جنگ نهروان و جنگ با رومیان میدونیم که اگر هم خودش شرکت نداشته، یکی از مشاورین اصلی سپاه اسلام بوده. پس ما کاملا میدونیم که ایشون ما را حرومزاده خطاب کرده و یک با سفسطهی که کردن عقیده به جای رسونه که دوباره بهشون توهین نشه. ولی من بهشون میگم ما با مقدسات شما هم مشکل داریم و پیامبر شما و علی که ما رو حرومزاده میدونن، ما هم متقابلن این عزیز رو حرومزاده میدونیم و اینها حرومزادن. اگر حرومزاده نبودن، یه همچین چیزی رو به کسی اطلاق نمیکردن. ممنون از این. ممنونم، خیلی مختصر و مفید. محسن برگشتی، میتونی صحبت کنی. نه ناصر، میکروفونتو ببند. محسن میتونی صحبت کنی چون پرت شد بیرون. بله ممنون. من یه نقدی در مورد عقیده آقای کرمیاب دارم که شاید تفکری هم پشتش باشه از آقای کرمیاب. ایشون گفتن که الان مسیحیت دیگه خطری محسوب نمیشه. من لازم نیست به عقیده و فکریشون توهین بکنم، چون میدونم پشتش تجلیل و کرامت و الوهیتی بر حرفشون نیست. پس فقط نقدش میکنم حرفشونو. به نظر من مسیحیت با توهین هایی که قبل از انقلاب رنسانس به اون شد، بعد از انقلاب رنسانس نقد پذیر شد و ما تونستیم اونو به نقد بکشیم بعد از توهین هایی که کردیم و اون الوهیت و کرامت رو ازش بگیریم و تجلیل رو، و الان یه دین بی خطر شده. خیلی ممنون. محسن، منظورت از آقای کرمیت کرمیت بود؟ بله، کرمیت گرامی. بله بله بله، کرمیت جان. ممنونم محسن عزیز. نوبت خانم فریال هست. نه میگم نوبت آقای سخجامه هستش، چون نوبتشون رو مهمی جا به جا کرده بودن. آره بابت که هستی. آقای سخجامه بفهم. درود مجدد.
ببینید آقای میثم، شما فرمودید که حضرت علی وقتی برگشتن یکی ازشون نقدم کرد، ایشون کاری نداشتن، ولی ما از متخصصین امور چیز دیگه شنیدیم، اینو شنیدیم. پیش امام صادق گفت به چه دلیل خدا وجود داره؟ من اصل خدا رو قبول ندارم. خفش کرد حضرت. عزیز دل، ایشون امام صادق از سلاله علی علیه السلام، ولی بحث فقط لزوما این حدیث ها و اینا نیست، بحث سر اصلا خود قرآن. اگر شما بخواید حساب کنید، قرآن میگه منو بکش، داره به من توهین میکنه، میگه کفار را در هر کجا که بیابی به دار آویزید، بکشید یا دست ها و پاهایشان را از دو جهت مخالف قطع نمایید. آیا اینو تو قرآن میگه یا نمیگه؟ شما آیات قتالش رو ببینید. اصلا این توهین به کرامت انسانیه. یه بحثی هم که حالا خانم فریال مطرح کرده که خیلی بحث مهمیه. آقا ما کدوم اومده یه بچه 3 ساله 4 ساله مثلا میشینیم از احزاب سیاسی، از کپیتالیزم، مثلا میشینیم از حزب دموکرات مسیحی، حزب سبزا در آلمان، دموکرات یا جمهوری خواه در امریکا، از اینا صحبت میکنیم که یه بچه باید در مورد مذهب آگاهی داشته باشه. که حالا اون یه بحث دیگه است، تو بحث جامعه شناسی و نمیدونم آسیب شناسی و اینهاست. یکی دیگه هم یه صحبتی شد، بحث، حالا من به کسی نمیخوام مستقیم بگم، این بحثه رنسانس اینا رو بذارید کسایی بکنن. رنسانس از ونیز، از خانواده مدیچی شروع شد، از توی معماری شروع شد، اون سبک لوکر، سبک اومانیستیه، اصلا این یه تعریف های دیگه ای داره. یه چیز دیگه هم میام بگم، شما وقتی میگید به تفکر نمیشود به عقیده میشود، عزیز من هر عقیده پشتش تفکر بوده، طرف تفکر کرده که اومده شده بعد یه عقیده. چرا ما باید به اون عقیده، به اون تفکرات احترام بذاریم؟ یعنی شما برمیگردی میگی من باید مثلا یک نفر که افکار نئونازیستی داره، من باید بهش با احترام بذارم؟ الان این دینی که شما میذاری تمام مسائل غیر اسلام انسانی توشه، واژه حرامزاده و حلالزاده یعنی چی؟ یعنی الان بچه من یه بچه دارم 2 ماه دیگه میاد، ازدواج نکردم، این بچه حرامزاده است؟ چون یا آیه قرآن خونده نشده، یا تو کلیسا یا تو کنیسه نرفته. خب اینا همش تبعیضه. این چه چیزیه که ادیان به همه توهین میکنن، مخصوصا ادیان ابراهیمی، من بیشتر ادیان سمیتیکو دارم صحبت میکنم، به همه توهین میکنن، به خودشون اجازه میدن توهین. بحث تقدم و تأخره، اگر بحث تقدم و تأخر مثلا، یا اگر بحث قدمته که چون شما مثلا 1400 یا 2000 سال پیش بودید، بعد چون زمان گذشته حالا توهینتون رو مثلا داری توجیه میکنید، به شما میان مثلا ابراهیم رو میزنن یه جور دیگه جواب میدید، هر چیزی رو میخواید یه جور آقا توهین میکنید. در ضمن برای اینکه خود جو عوض بشه، یکی صحبت، یکی از دوستان از حرم مازلو، چش از حرم مازلو گفتن، عزیز قرمه سبزی در حرم مازلو با ایرانی خیلی جایگاه بالایی داره، من خودم قرمه سبزی دوست دارم، یه بار از این گود بکشنم چون نخوردم. ممنونم سخشنامه عزیز. فریال عزیز سلام، من خیلی حرفم طولانی نیست، فقط 2 تا سوال داشتم از آقای ناصر، نمیدونم الان اسم بردن جایزه یا نه. سوال اولم اینه که گفتن که اگر که توهین به تفکرات بشه اگر اشتباه نکنم در دینشون جایز نیست، خب این جایز نیست دقیقا معادل چیه؟ اعدام میشه؟ میکشیمش؟ سرشو میبریم؟ اگر این جایز نیست فقط یه منع خالی باشه، خب اوکی شما بهش عمل نمی کنیم. ولی اگر جایز نیستشون منظورش این مجازات ها باشه که نمیدونم، واقعا انتظار دارن که دیگران به این جایز نیست احترام بذارن یا باید بترسن و مجبور بشن احترام بذارن. حرف بعدی اینه که اگر شما اینقدر به این تفکراتی که دارید، که فکر میکنم بازم اسمشون رو تفکر گذاشتن اصول دینشون، اگر واقعا اینقدر پای بندید، پس چرا به طور سیستماتیک از سنین بسیار پایین که بچه ها هنوز قدرت انتزاع ندارن شروع میکنید شستشوی مغزی دادن و آموزششون در مورد خدا، در مورد عرش الهی و چیزهای از این دست، در حالی که بچه ها هنوز قدرت تفکر رو تمیز دادن به اون صورت ندارن و حتی زمانهایی که
تلاش میکنن از قدرت تخیلشون استفاده بکنن و به پرسش‌های خودشون پاسخ بدن با جواب‌هایی مثل زیاد در این مورد فکر نکن وگرنه کافر میشی و از اینجور جملات چجوری بگم نمیخوام توهین کنم خودعبلات دیگه. شما پای تخیل اونها رو میبندید و اجازه نمیدید بچه از بچگی تخیل رو تفکر کنه. ثابت شده، یعنی الان تو نظام آموزشی ما اینطوریه که تا تونسته داره سعی میکنه که جلوی تخیل بچه ها رو بگیره با استفاده از هر ابزاری که ممکنه. این دو تا سوال ممنون میشم اگر که آقای ناصر جواب بدن. ممنون، تشکر میکنم. ممنون. فقط اسم که میبرید من مجبور میشم بعد یک زمان ناصر رو بعدن زیادتر کنم، دوستان فقط شاکی نشن اون مورد. سپاسگزارم. مرسی بابک از توضیحاتت. الناز عزیز سلام خدمت همگی، شبتون بخیر. من الان چون میگیم مجبورین دوباره بهشون وقت بدین اسم نمیبرم، کسایی که مخالف بودن و میگفتن آره باید به اعتقادات بقیه احترام گذاشت، من نمیتونم واقعا دارم به چی فکر میکنن. اگر تو ایران داری زندگی میکنی، خب چجوری میتونی همچین حرفی میزنی؟ چجوری میتونی به کسی که عقیده داره، مردمی که اومدن توی خیابون دارن به گرونی اعتراض میکنن، دارن به بهداشت اعتراض میکنن، دارن به شرایط بد آموزشی، به همه چی دارن اعتراض میکنن، اونو با گلوله مستقیم میکشن، چجوری باید به اون احترام گذاشت؟ من نمیدونم واقعا به چی فکر میکنین که همچین حرفی رو میزنین. دارین در مورد احترام گذاشتن به همدیگه بقیه ادیان صحبت میکنی، خب تو داری میگی باید کاریکاتور پیامبر ما رو نکشن، تو کاریکاتور ترامپ و بایدن و هر کی که به دستت میرسه رو میکشی، چرا نباید همچین چیزی متقابل وجود داشته باشه؟ کسی اومده یقیه تو رو بگیره بگه چرا همچین کاری کردی که تو یقیه بقیه رو میگیری، چرا همچین کاریکاتور میکشی؟ اون داره به دین تو، داره به طرز فکر تو با دیده عقل نگاه میکنه، با احساس نگاه نمیکنه. میتونم کامل اونو نقد کنه، میتونه کامل اونو مسخره کنه. من نمیدونم واقعا چرا چشمشونو باز نمیکنن و واقعا درست اینو ببینن. میگن یکی از آقایون گفتن که توهین تاثیر نداره، برای چی باید توهین کنیم؟ باید انتقاد کنیم. من خودم به شخص جزء کسایی هم که توهین میکنم به بقیه ادیان، نه تنها اسلام، حالا اسلام چون دور و بر ما بیشتر اکثرا مسلمونن، دستمون برای انتقاد انگار بازتر به این دین. وگرنه وقتی که تو داری با یک دین، من دارم با دین اسلام مخالفت میکنم، چه شیعه چه سنی، وقتی به طرف میاد میگه من باید 4 نفر رو بکشم که برم بهشت، اوکی من چجوری به این احترام بذارم؟ من نمیتونم حتی اینو نقد کنم. نقد واسه کسیه که حداقل بتونه تا یه حدی پذیرش رو داشته باشه. من توهین میکنم بهش، من مسخرهش میکنم، به خاطر این تنها راهیه که جوابشو بده. اوکی من یه بار، دو بار، سه بار بهش توهین میکنم، سه بارم مسخرهش میکنم، طرف میشینه فکر میکنه اونجایی که من توهین کردم، اونجایی که من مسخرهش کردم، نتونست جواب درستی بگیرم. اوکی پس طرف میشینه فکر میکنه، میگه وقتی من نتونستم جواب درستی بدم پس یه دیگه کار میدنگه دیگه. اینو تو هیچ وقت نمیتونی با یه نقد آروم و درست و منطقی به یک نفر بفهمونی. 15 سال دیگه نازم چشم چون قبلا مغزش با چیزای دیگه پر شده، با حرفای دیگه پر شده، پس اول باید یک ضربه محکم بخوره، بعد کم کم کنار بره. خیلی ممنون. ممنونم الناز عزیز. آقای مهدی. آقای مهدی اچ تشریف ندارید؟ دوستان اندرویدی متاسفانه مشکلات عدیده ای دارن. خانم آره میکروفونتون رو باز کردید. اسمتون چرا سخته؟ آلنوش. بله. سلام به همگی. عدد ببخشید یه ذره طولانی شد. من الان دارم میرم بیرون، نمیتونم طولانی صحبت کنم. فقط یه خیلی مختصر و مفید بگم که خیلی خوشحالم که این تابوها شکسته شده، که توهین به مقدسات یا توهین به عقاید هم دیگه خیلی بده. الان میبینم که خیلی بهتر شده، که آدما خیلی راحت تر نظراتشون رو میگن، نظرات مخالف رو میشنون و این باعث میشه که دنیا جای بهتر میشه. یعنی چون یه چیزی که بده و واقعا قابل قبول نیست، تو باید با صدای بلند عنوان کنی که مثلا 2-3 نفر هم مثلا نظرش عوض بشه و این خیلی خوبه به نظر من.
ممنونم عزیزم، صحبت خیلی مختصر بفرمایید چون یه ذره طولانی شد، من اون موقع می‌خواستم صحبت کنم ولی الان یه ذره عجله دارم، برام خواستم مختصر مفید بگم که خیلی موافقم با این که آدما حتی توهین کنن به عقایدم دیگه و این باعث میشه که اون تابوها شکسته بشه که یه چیزی رو که مثلا اشتباه چیز میگن مثلا ادامه پیدا نکنه اون عقیده. درسته، ممنونم از شما. ببخشید قبل از اینکه دوست بعدی صحبت کنن من فقط یه چیزی رو بگم، یاد کنیم از تمام دوستایی که به خاطر توهین به مقدسات و عقاید توی زندان‌های جمهوری اسلامی هستن، مخصوصا سهیل عربی عزیز که شرایط خوبی اصلا نداره این روزا، و همینطور اونایی که کشته شدن. بله بله حتما. ممنونم. آقای اسماعیل 3 دقیقه وقت دارید. سلام، خسته نباشید. من یه 2-3 دقیقه اضافه تر میخوام چون شبهات زیاد بود، اگر اجازه بدید من اونا رو هم پاسخ بدم. 3 دقیقه آقا اسماعیل عزیز، دوستان هستن مثل سایرین اما حضور داشته چشم. باش بالا که بتونیم نوبت بعدی هم زمان بعدی هم در خدمت باشیم. ممنونم. خب اولین دوستمون که سوال کردن چرا مثلا نسبت به حضرت ابراهیم اینجوری شد ولی نسبت مثلا به جای دیگه اینجوری نشد، این سوال رو اینجوری پاسخ بدیم که شما خودتون رو با خدا اشتباه گرفتید که به محض اینکه یکی یه کار اشتباهی کرد سریعا بیاییم بهش برخورد کنید. الله فرصت میده، گاهی وقتا از این یک نسل صالح به دنیا میاد یا غیرهی، پس این نکته رو توجه بفرمایید. یکی از دوستان آقای یغما اومدن گفتن که روزه آب بدن رو کم میکنه فلان و اینها. خب اولا علم در حال پیشرفت کم و زیاد میشه، و ثانیا رفرنس های علمی که من الان داخل اینستاگرام آقا بابک میفرستم نشون دهنده اینه که به قدری فایده داره که ما نیاییم و بگیم که بله نمیدونم روزه اگر هر کسی هم چنین چیزی گفته چرت و پرت گفته و اینها. نگاه کنید کسی که علم نداره در چیزی نباید سخن بگه. در مورد خوش دادن سوال کردن اسماعیل، ببخشید میشه در رابطه با تاپیک صحبت کنید؟ خب دارم نگاه من چون باید اینجوری بود، شما هم باید اون دوستانی که صحبت میکردن و شبهه مینداختن اونا رو هم پاسخ میدادید. ولی چشم از این به بعد من سوالاتو ببینید اینجا هست. چشم من میارم، من شبهاتی که در مورد چیزی که بالا تایپ شده اون رو میگم. چشم. مورد بعدی گفتن که بله حتما برام اون مورد دارم توی اینستا برام بفرست. الان برات میفرستم. آره بخرسش بفرست. چشم. نکته بعدی گفتن که بله هر کسی که مثلا دشمن آقا امیرالمومنین باشه حرامزاده است. نگاه کنین حرامزاده ما دو نمونه داریم، یک معنوی داریم یکی بحث غیر معنوی یا همون چیزی که رایج الان. نگاه کنید ما روایت داریم که حضرت علی و حضرت محمد پدر امتن، هر کسی که خارج از این دایره باشه مثل اینه که از اینها نیست، پس لفظ حرامزاده که آمده برای همینه. اگر نه آقا امام صادق علیه السلام میفرماید، این جواب اون دوستمون که گفتن مثلا من که بدون خطبه ازدواج کردم، امام صادق علیه السلام میفرماید که هر کسی یک ازدواجی داره و ما نمیتوانیم به اونها حرامزاده بگیم. این هم نکته بعدی که باید بیان میکرد. نکته بعدی که بیان کردم در مورد بحث توهین در خود قرآنه. دقت کنید من دو تا آیه میخونم انشالله که ببینیم که قرآن داره چی میگه. یکی اولا دعوت به برهان آوردنه، میگه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، میگه اگر راست میگید برهانتون رو بیارید. این یک. در قرآن ما آیه داریم که لا تسبوا، سب نکنید حتی بت‌ها را. وقتی بت را نهی میکنه قرآن که ما بهش بت به بت فحاشی نکنیم، توهین نکنیم، به طریق اولا چیزهای دیگر رو هم شامل میشه، بهش میگن قیاس اولویت. یعنی ما مثلا وقتی میگیم که به پدرت اف نگو، یعنی به طریق اولا بهش فحش هم نده، نزنش، این بهش میگن قیاس اولویت. یه چند تا نکته دیگه هم که گفتن، بحث این که آقا اگر توهین عقاید میشه کشش، نه نگاه کنه اینطوری نیست. برای کشته شدن چند تا شرایط داره، اینکه شخص بداند حکمش رو بدونه بیاد علنی کنه و بخواد بکشین یا لیوان آبم به هم میدین مثل گوسفند یا نه. عرضم به خدمت نه دقت کنید، کشتار ما دارید شرایط تعیین میکنید، بعد اون بالا من خب نگاه شما موضوع رو ببینید، در تو موضوع صحبت کنید. شما علنا دارید اینجا به ما میگید شما حرامزاده واقعی هستید یا معنوی هستید یا دیگه واقعا من متوجه نمیشم. شما میتونید نگاه کن وقتی خانم سهیلا خواهر بزرگ رو دقت کنید، وقتی اینجا شبهه مطرح میکنن، خب شما موقعی که اون طرف دوست شما رفیق شما هم فکر شما خیلی خب نگاه کن وقتی نگاه کن من الان من چندین شبهه نوشتم،
بحث محارب رو کشیدن وسط که گفتن آیه قرآن گفته محارب رو بکشید. محارب کیه؟ محارب شیعه با محارب شیعه کافر مسلمان غیر مسلمان شامل میشه. اصلا اون شأن و نزول داره که دو نفر اومدن گرفتن یک چوپانی رو کشتن بعدن حکم اونجا نازل شد. نگاه کنید اگر شما بیاین تک تک اینهایی که آقای اسماعیل الان خانم سهیلا فرمودن شما دارید برای کشتن ما شرط میذارید که آیا ما در این شرایط میتونیم کشته بشیم یا نمیتونیم کشته بشیم. این اصلا قابل قبول نیست در این مورد به خاطر اینکه حرف در مورد چیز دیگه ایه. ما اگر یک رو میزدیم شما تشریف آوردین در مورد کشتن ملحد و کافر و مرتد و این چیزا بود، شما این شبهات رو اینجا برطرف کن برای ما. الان در مورد توهین به عقاید لطفا صحبت کنید. چشم، من دیگه صحبتی ندارم، فقط یک نکته بگم اینه که خواهشن نگاه عدل یک چیزی که نه ملحد میشناسه نه آتئیست میشناسه نه شیعه میشناسه نه سنی. وقتی که یک کسی بیاد اینجا طبق این متن بالا باید صحبت کنه، پس اگر کسی آمد از بحث خارج بشه شما هم بهش گیر بدید که آقا موضوع ما محارب نیست، موضوع ما کافر نیست. من فقط همین صحبت رو کنم دیگه، صحبتی هم ندارم. ایشون داشت در مورد تاپیک صحبت میکرد، شما اشتباه متوجه. نگاه کنید من تمام شبهات رو نوشتم، میخواد دونه دونه بخونم. البته از نظر من ایشون داره درست صحبت میکنه، چون داره نتیجه توهین به عقاید رو داره برای ما بیان میکنه که چه اتفاقی برام میفته. فکر نمیکنم بس خارج شده باشه. داره عقاید خودش رو بیان میکنه بابک جان. از نظر ایشون و از نظر عقاید ایشون اون موقع چه اتفاقی برای ما میفته؟ ما ممکنه اصلا در مورد مسیحیت توهین کنیم، اونجا هم همینه، اونجا هم برای کشتن ما شرط میذارن. درست. الان من پاسخ بدم دوست عزیز. اگر نه، من با بابک بودم عزیزم. اگر آقای اسماعیل اگر نظری در رابطه با تاپیک دارید بدید، وگرنه صحبت هایی که شما دارید میکنید خلاف حقوق بشر هستش. شما دارید ما رو تهدید به مرگ میکنید و تازه دارید برای شرایط میذارید. ما داریم در مورد فقط و فقط نقد و توهین به عقاید. خب من یک سوال از شما بپرسم آقای اسماعیل. من یک سوال رو بپرسم از نظر شما آقا اسماعیل هاشمی، اگه اشتباه نکنم، توهین به عقاید خوب است، بد است یا زشت است؟ یک پاسخ کوتاه. هر ستاش هست، چنانچه توهین به عقاید هر ستاشه، چنانچه قرآن میفرماید، میگه آقا شما به بت هم فحش ندید. میگه میخواد بحث کنید، قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. اگر راست میگی انتقاد من باطله. میگن نجس و حروم زاده نجس خواهم نجس بودن. سهیلای عزیز تو حرفشون نیاد، تو حرفشون نیاد پاسخ بدم. ممنونم، بفهم آقای اسمون. خب نگاه کنید، خب من گفتم طبق آیات قرآن ما ممکن هرچی روایت داشته باشیم با آیه قرآن در تناقض باشه، از عرضه بر قرآنه. چنانچه روایت داریم در عیون اخبار الرضا آقای امام رضا علیه السلام می فرمایند که سه دسته از افراد میان و ما رو تضعیف می کنند. یکی کسانی که در حد در حق ما غلو می کنند، کسانی که دیگران رو فحش می دن و باعث می شه به ما فحش بدن، کسانی که قائل به الوهیت ما شدن. این خیلی واضحه، امام داره اینجا نهی از فحاشی می کنه، نهی از توهین می کنه. وقتی ما اینها رو داریم، اینکه یک کسی بیاد بگه بله اسلام دین فحاشی است، دین نمیدونم توهین، خیر این گونه نیست. ما هم آیه قرآن داریم، هم روایات متواتر داریم و این رو ثابت می‌کنیم. اینکه فرمودین نجس، نگاه نجس باز یک ذاتی داریم، یک نجس عارضی داریم. همون شخص کافر اگر مسلمان بشه پاک میشه، یک مسلمان هم اگر کافر بشه نجس میشه. اینها یک دستور سیاسیه، نجس به این معنا نیست. تازه اهل کتاب را که ما مسیحیت هست، یهود هست، آیه اوهل لکم اونجا مشخص میکنه ما اجازه داریم با اینها ازدواج بکنیم. پس دقت کنید، نگاه کنید که بیاید نقد کنید پشت سر هم و اون شبهاتی هم که بیان کردن نذاشتیم پاسخ بدیم. دیگه من نمیدونم چی بگم. حالا دیگه من مایکو میبندم، اگر کسی سوالی داشت من جواب ما واقعا نمیدونیم. در حالا ما یه روم بعد میذاریم به اسم پاسخ به شبهات، بعد اون موقع اونجا در مورد اون شبهات صحبت میکنیم. فقط بابک جان من اینستاگرام براتون الان براتون اینستاگرام اون بحث روزه رو که گفتم الان براتون میفرستم. باشه، ما که هر موقعی یه اتاق میذاریم شما اینستاگرام ما رو حسابی پیغام میفرستید. چش مورد عنایت قرار میدم بابک جان، همه سوشیال میدیای ما. کرمیت جان من یه نکته کوچیک فقط برام جالب بود تو صحبت آقای اسماعیل. ایشون فرمودن که قرآن به شدت نهی کرده توهین رو
و کلا گفته به همه احترام بذارید، حتی گفته به بت‌ها توهین نکنید. حالا من کاری به ده‌ها مورد توهینایی که خود قرآن به کفار کرده، بهشون گفته بوزینه، گفته چارپا، گفته صداشون مثل صدای خره، نمیدونم مثل تیچی، نمیفهمن، کورن، کرن. حالا به اینا هیچ کدوم کاری نداریم، فرض میکنیم هیچ کدوم از اینها رو اصلا کلا خدا یادش رفته که گفته به همه باید در واقع احترام گذاشت. آیا پیغمبر اکرم چی؟ مثلا خود پیامبر یه حدیث دارند، حدیث شماره 8813 تو کتاب سنن الکبری الان جلوی من هست، میگه اگر دیدید کسی به روش جاهلیت عزاداری میکنه، بهش بگید عذر میخوام، بهش بگید آلت پدرت تو دهنت. این حدیث موثق از خود پیغمبر اکرمه، یعنی ایشون قرآن رو نخونده بوده، به توصیه خدا عمل نمیکرده، یا اینکه چیز اینکه توهین بده. چرا این همه ما توهین علیه چیزا داریم، علیه دیگران داریم، علیه کفار داریم؟ واقعا این فکر نمی‌کنید؟ خب آقای برادر گلم، حالا من من جواب یه لحظه بدم. نه صحبت میکنیم، اجازه بده فعلا آقای سیدی مثل ناصر. آره اجازه بده میرسیم به خدمت شما. آقای میلاد که تو الان تو صفحه من بعد از آقای ناصر هستید، من دو بار صداتون کردم، اگر حضور دارید صحبت کنید، اگر حضور ندارید بچه‌ها یا خود من شما رو منتقل میکنیم به اودینس. آقای علی صحبت کنه. بله بله نوبت شماست، من فقط خواستم ببینم آقای میلاد هستن یا نه. بله بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. راستش من یه نکته خواستم بگم که قبلاً هم جای دیگه هم عرض کردم خدمتتون. ببینید ما اگر که در یک فضای قرار گرفتیم که فضای گفتمان و گفتگو، خب طبیعتاً و بدیهیه که توهین و فحاشی به تفکرات یا هم عقاید هم دیگه واقعاً قبیحه. حالا بعضی حالا با توجه به آزادی که تو هر فضایی که هستن اونا مختلف حالا میخوان زمین بکنیم توی نکنیم که اومدیم همدیگر رو با تفکر و بنا میکنیم همدیگر رو، واقعا این از بدیهی از بدیهیاته که نباید توهین بکنیم و توهین به همدیگه این نقطه شروع نزاعها و دعواهای بزرگتره. و آقای علی صحبت من... کرمیت رو شنیدین؟ شما الان نکاتی که کرمیت منشن کرد و از حرفای محمد اوورد از توی قرآن در بود رو شنیدید؟ بله ایشون استناد کردن به یک کتابی که مال اهل سنت هستش و مندم سنی نیستم. نه از توی قرآن هم گفتن، از مسلمان که هستن که حالا ما کار نداریم، برای از اسلامشون داره در میاد دیگه. حالا شما که دوست شما هم دارید استناد میکنید به یک کتاب مسلمانی و ما مسلمان نیستیم، پس لطف کنید از کتاب اسلام هم این توضیحات رو نیارید دیگه. دوستان اصلا کرمیت قشنگ منشن کرد. کرمیت جان خودت بگو از قرآن یکی دوتا مطلب گفتی. بله حالا ببینید مسئله قرآن که حالا الان مثالاشو چند تا میگم، ولی مثلا دوستان میگن از کتاب اهل سنت میارید. شما ببینید وقتی اسم اسلام میاد، شما میگید ما 2 میلیارد مسلمان داریم، اینقدر پوز میدید بهشون، ولی وقتی بحث سند و مدرک میاد میگید اینا سنی ان. خب آقا 90% مسلمان ها سنی ان. اگه شما یه فرقه 10% این کتابا رو قبول ندارید، ما دلیل نمیشه که این کتابا غلط باشن. 90% مسلمان ها قبول دارن این رو. اینی که شما به اون کتاب خاصه به اون حدیث خاص اعتقاد نداشته باشید واقعیت رو عوض نمیکنه. الان واقعا این برداشت خوبی نیستش که توضیح خوبی نیست که بخواید در واقع براش میارید یه چیز میکنید. الان مثلا توضیحات توهینای خود قرآن رو اصلا میگیم. الان فرض میکنیم مثلا حالا اون حدیث خاص رو کاری نداشته باشیم، مال به فرض شما قبول ندید، ولی قرآن رو که نمیتونید بگید قبول نداریم. الان مثلا سوره بقره آیه 171، کافران مثل کسانی هستن که حیوانی را که جز صدا و ندایی نمیشنود بانگ میزند، آری کرند، کلالند، کورند. سوره فرقان آیه 44، آیا گمان میبری اکثر آنها منظور کفاره میشنون یا میفهمن؟ آنها همچون چارپایانن بلکه گمراهتر. نمیدونم توی سوره قلم مثلا، آنها عیبجو هستند، برای خبرچینی بام برمیدارن، مانع خیر متجاوز گناه پیشه، گستاخ و زنازاده هستند. عرض به حضور شما که سوره محمد آیه 12 اشاره به کفار هست، میگه همچون چارپایان میخورند و سرانجام آتش دوزخ جایگاه آنهاست. تو سوره انبیاء آیه 67، توف بر شما و بران چه غیر از خدا میپرستید.
سوره بقره آیه 65 شما به صورت اشاره چیز هست کفار هست به صورت بوزینه های ترد شده درایید. توی سوره اعراف آیه 176 به سگ هار تشبیه کرده. همینجور یه لیست خیلی طولانی هست، اینا رو میتونید اگه خواستید، حالا نمیخوام وقت گروه رو بگیرم، ولی یکی دوتا نیست آیه هایی که توهین شده به انسان، اینا رو که دیگه نمیتونید بگید قبول ندارید. خب الان میگن صحبت نکنیم، میگن جواب نه 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 آقای اسماعیل نوبتتون میشه، سر نوبتتون چشم صحبت کنید. آقای علی متوجه شدید یا بیشتر توضیح بدیم؟ بله ببینید، آره بنده صحبتم چی بود گفتم عرض کردم، حالا فارغ از صحبت ایشون ببینید که قرآن در یک شرایط و جاهایی به تمثیل کردن که مثلا میگن چهار پا و خب ما تمثیل میکنیم دیگه. نه ببینید صحبت من چی بود، صحبت من که شما حالا با تجربه آزادی هایی که دارید خب اختیار دارید که میتونید توهین بکنید یا چیز، اما میگم اگر در یک فضایی اومدیم که ما تفکراتمون رو در به اشتراک بگذاریم و اومدیم که همدیگر رو اقناع بکنیم، در این فضا فضای توهین کردن نیست. ببین شما در کدام مثلا کنفرانس یا در کدام دانشگاهی دید که مثلا ادیان بیان با همدیگه سر میز بشینن و به همدیگه فحاشی بکنن؟ من میگم که کتاب قرآن دیدیم همین الان خوند کرمید. دوست عزیز شما یا متوجه نمیشید یا دوست دارید متوجه نشید، همین الان کرمید از جز به جز آیه آورد براتون از داخل کتاب قرآن. ببینید خانم محترم، اینا هر کدوم از این آیه ها بحث مفصل و جداگانه داره. خب اینجا هم که شما اصلا اجازه نمیدید توهین میکنه دوست عزیز، کلماتی که استفاده کرده توهین آمیزه. شما برای توهین هم فلسفه و سفسطه و اینا دارید؟ نه ببینید میگم که برای هر کدوم از اینها، اینها یک در یک شرایط خاصی بوده، در یک فلسفه خاصی داشته که بس اینجا اصلا مجال نه مجالش رو میدید و نه مجالش هست. میخوام بگم که صحبت اونجایی هم که توهین های شده در یک فضای گفتمانی که نبوده، که شما ببینید ما در مناظره هایی که میکنن با ادیان دیگه حتی با ملحدین در کجا بهشون اهانت کردن، در کجا بهشون فحش دادن. میخوام بگم که اگر جایی نشستیم که ما بخوایم همدیگه رو در جز به جز قرآن همین الان کرمیت دوست عزیز، قرآن از نگاه مسلمان چیز کمی نیست، کلام اللهه. یه خورد واقعا خیلی تفاوت داره از دید شما عملا حساب کنید نسبت به ماه بشر چجوری برای اون مجاز هست در یک شرط خاصی توهین بکنه. حالا منی که بشرم، حالا اون صفات عالیه الله رم ندارم، برای من در اینجور مواقع مثلا چی میگم مجاز نیست توهین کردن یا بد به حساب میاد. من یه سوال جالب از دوستمون آقای علی، ایشون میفرماین این توهین ها مثلا توی قرآن در یه زمان خاصی انجام شده، ولی هیچ کدوم از ائمه، حالا فرض میکنیم حرف ایشون درست باشه، هیچ کدوم از ائمه تو هیچ مباحثه‌ای کسی رو توهین کرده مستقیما خطاب قرار نداده. اوکی من فرض میکنم اصلا ائمه این کار رو کرده باشن، آیا اینی که یک نفر، یک شخص در یک زمان خاص تو یک مباحثه مثلا دو نفره، سه نفره یا ده نفره یه نفر رو خطاب قرار بده و بهش توهین بکنه بدتره، یا این که خدای متعال سازنده جهان توی دستورالعمل کامل ترین دینش بعد از 124 هزار ترایی که کرده، آخرین کتابی که آخرین ورژنی که منتشر کرده برای صلاح بشریت، برای هدایت بشریت، بیاد توش همین جور فحش و فضیحت بماله به همه چیز کنه، فحش بده، اینو بذاره به عنوان دستورالعمل لایتغیر آخرین ورژنی که برای سعادت بشر چیز شده، این نصفش هم فحش باشه، به نظر شما این بدتره یا اینکه مثلا فلان امام موقع مباحثه به یکی چیز کرده باشه فحش داده باشه، شما اون رو تقبیح میکنید ولی این رو صلاح میدونید؟ من درک نمیکنم طرز فکر شما رو. ما چون تو کلامش پیده بودیم یک دقیقه علی جا شما وقت اضافه دارید صحبت کن تا ما بریم سراغ نفر بعدی. ببینید عرض کردم خدمتتون اینها اصلا در فضای گفتمانی نبوده، اصلا در یک جای نبوده که مثلا بخوان بحث و مناظره ای باشه که بخواد این حرف ها رد و بدل بشه. این حالا مقدمتاً حالا خیلی عرض میکنم بحث مفصل داره، بحث من اینجاست که اگر ما در فضای قرار گرفتیم که اومدیم همدیگر اقناع بکنیم، حتی ببینید شما در آیات قرآن حضرت خدا به پیغمبر میگه وقتی میری پیش فرعون فقولوا له قولا لینا، اون با نرمی صحبت بکنید،
در جاهای دیگه ببین ما یک اصلی داریم در قرآن. سیاست علی عزیز با نرمی یعنی با سیاست، نه یعنی مؤدبانه. باز هم زیر بار میگیری. بله و همینه دیگه، اصلا این خیلی عامه دیگه، وقتی میگه با نرمی صحبت کنین بدیهیه اینه که فوش بش ندید، اهانت بش نکنید. آخه اینها نمیتونستن میکشتتشون. نه خب اصلا بحث اینه. علی جان 15 ثانیه جمع‌بندی بکن دوباره بهت برد میگردیم. بله بنده همین میخواستم که حالا بعدها حالا صحبت های اگر مجال شد جواب اونها رو میدم که ما اگر در فضا همین هم نفرستی بدی دوست عزیز، جواب چی رو میخوایی بدی؟ آقای علی حالا تو در دور بعد ممنونم علی دو گفت خدمت دوستان عزیز. من یه توضیح بدم، ما ایرانی ها و ما مسلمان ها توی ایران اگر بخوایم نظر خودمون رو به مسلمان بدیم در توهین که نه فورا برمیگردم نگم به عقاید هم دیگه احترام بذاریم، ولی به نظر خود شخص بنده آیا مسلمان ها به عقاید دیگران احترام میذارن؟ من از این دوستان مسلمان رو میپرسم. من فکر میکنم که مسلمان ها به عقاید هیچ کس احترام نمیذارن، همونطور که توی سطر اسلام بعد از این که به ایران حمله کردن تیغ برنده گذاشتن پشت سر ایرانی ها و ایرانی ها مجبور شدن که یا اسلام رو بپذیرن یا اینکه تیغ برنده پشت سرشون بود. گفتن آقا عقیده داری، هر عقیده ای داری واسه خودت داری، الان یا باید اسلام رو بپذیری یا کشته میشی یا باید جزیه بدی. این اتفاقی بود که در صدر اسلام افتاد برای ما ایرانی ها. بعد از اون همین امروزش هم اگر توی ایام محرم، توی عاشورا و تاسوعا، توی کوچه و خیابان ما از دسته های عزاداری راه میفته ساعت یک نصف شب، دو نصف شب با تبل تو سر ما، تو مغز ما میکوبن، کسی جرأت داره بهشون داره بگه که آقا صدای تبلتو بیا پایین؟ من اینو از دوست عزیزمون، کسانی که مخالف این بحث این چیز بودن، دوستان مسلمانمون به اصطلاح میپرسم، توی اون ایام توی عاشورا تاسوعا ساعت دو نصف شب صدای اکو رو در آوردن، آیا کسی جرأت داره بگه من مریض دارم تو خونه، خواهش میکنم صداتون رو، صدای اینو بیا، صدای این تبلو بیا پایین؟ ببین از چند جهت بهش حمله میشه که آقا چرا تو داری بی احترامی میکنی به عقیده ما. اگر یکی یه مریضی تو ماشینش داشته باشه بخواد از یه خیابون ببردش که بری به بیمارستان برسه، من واسه خودم این مسئله پیش اومده ها، واقعا واسه خود من پیش اومده که مریض داشتم، خانم بنده مریض بوده، پشت سر یه هیئتی افتادم، خواهش کردم ازشون، خواهش کردم گفتم یه راه باز کنید من برم، 10 نفر به من حمله کردن که آقا به امام حسین داری بی احترامی میکنی. من یه بوق زدم حمله کردم به من که آقا داری به امام حسین بی احترامی میکنی. کدوم توهین، کدوم عقیده؟ شما مسلمان ها به چه عقیده ای احترام میذارید؟ خودتون اینو به من بگین. به هیچ عقیده به نظر من مسلمان ها احترام نمیذارن، فقط عقاید خودشون، عقایدی که خودشون میگن آقا عقیده من اینه. اگر جرأت داری تو هم عقیدت اینه، ولی عقیده من درسته. ممنونم از اینکه شنونده بودین، من وقت گروه زیاد نمیگیرم. ممنونم علی عزیز. بابک جان نه من سوالی ندارم، بیم نفر بعدی حالا بعد من حرفامو میزنم. آقای حسین 3 دقیقه. سلام. ببینید من یه سوالی داشتم. ببینید من اینا رو توهین تلقی نکنید، اگه توهین تلقی ناراحت شدین شما نه بابا توهین کنید، این واقعا توهین نیست و یه سری سوالهای خطاب هم به شما نیست، خطاب هم یک جامعه 1 میلیارد نفره و بیدینیه. خب ببینید شما میگید انسانیت در فطرت وجود داره، بله در دین اسلام هم وجود داره که میگه دوری از بدی و گرایش به نیکی، خب قبول. خب برای من یه سواله در مورد بیدینی، در یک جامعه که مبنا بی خداییه، خب مبنا علمی هم که شما میگین دائما در حال پیشرفته و هیچ دینی اونجا فرهنگسازی نکرده، خب ما از کجا یه سری از فرهنگا رو به دست بیاریم؟ یک فرهنگایی که الان در جامعه ما رخنه کرده با همه ما مثل چی قبولش داریم؟ آقا رابطه نداشتن با محارم رو ما این فرهنگش رو از کجا بیاریم؟ مگه غیر اینه که تو دین وجود داره؟ از کجا تضمین میدین در یک جامعه که بی خدایی حاکمه رابطه با محارم اونجا فرهنگ نشه؟ همونطور که خانم آقایون آدینس اونجا هستیم، ببینید در فرانسه
رابطه با محارم فرنگسازی شده، گفتم بالای 18 سال یک سری از روشن فکر رو که از من ظلمت فکرن، این حرفا چرک فکرن، اومدن گفتن که آقا چرا گفتین بالای 18 سال با این اجرا، بریم ببینین خیلی ها بیانیه دادن، اصلا این قانون شده. رابطه نداشتن با حیوانات از کجا ما فرهنگشو در بی خدایی بگیریم؟ من خطابم با شما نیست، خطابم اینه که در جامعه یک میلیون نفره آقای حسین شما بله. در کتاب آقای خمینی احکام سکس با محارم میبینی، یعنی بذارید من صحبتام تموم بشه بعد صحبتاتون رو خانم سهیلا میذارید بعد بعد از نوبتم جوابشون رو بدم. خانم سهیلا آره اجازه بدید اجازه بدید وقتتو داریم وقتتو، عجله نکن، من وقتو نگه داشتم پاوز کردم باشه اجازه بده باشه من دیگه حرفی نمیزنم تمام باشه متوجه شدم، یه دقیقه تحمل کن، عجله نکن، با این سرعتی که داری میری تصادف میکنی، اجازه بده دوست عزیز. ولی چی بگم خندم گرفته بگو بفهم خندتون میگه، من میخوام جواب بگیرم واقعا. بفهم ما خودمونم میخواییم از شما جواب بگیریم، داشت میفرمودید که همه جا سکس با حیوانات هست، سکس خب. با مهاره بله ببینید من نمیگم همه جا، ببینید چه تضمینی میدید در 10 سال آینده آقا این فرانسیسی نشه. الان یه کشوری هم اومده، من رفرنسش نمیدونم کدوم کشور کجا بود، که اومده گفته آقا رابطه نمیدونم با ایمان قانونی کردن، اون اشکال قانون باشه خیلی راحت فرنگسوز میشه. طرف میگه که خب من گرایش دارم چیکار کنم، نمیشه دیم از کوچیکی فطرت هم این بود همچین حرفی میزه، راحت فرنگسوزی میشه همانطور که خیلی چیزهای دیگه فرنگسوزی شده. حالا من اینو تعمیم میدم به چیزهای بزرگتر، ببینید از کجا معلوم فرهنگ زدن بی خانوادگی، یعنی آدم خانواده نداشته باشه، این نیاد برای ما فرنگسوزی نشه، همانطور که الان ما میبینیم. من یه جور مثالش رو زدم به شوخی، گفته بودم که خیلی ها الان توی مثلا کشور فرانسه کشور دیگه اینها تا آخر عمرشون بعد مثل حاج زنبور اصلا دنبال خانوادهشون بگردن. خب آیا غیر اینی که این فرهنگ رو از دین گرفتیم؟ آیا غیر اینی که آقای امید که فراماسونن گفته بودن که ما مبنامون اینه که دین رو بزداییم؟ فرانسه زندگی کردی؟ آقای امید ببند میکروفونت رو، میکروفونت رو ببند میبرم ات پایین نمیده به دیدن از خود معلومه دیگه. من بخوام برام سواله، من سواله برام تو اینم تلقی نکنید، من بخوام برام سوال 15 ثانیه جنبندی کن سوالات تو که بریم سوالات نفر بعد. من دارم میگم ببینید اینها در دین وجود داره، اگر در بی خدایی وجود داره شما اینو از کجاتون گیر آوردین، این فرهنگو از کجاتون گیر آوردین؟ اگه ما الان اینا رو برداریم ببینیم اصلا ما الان دین رو برداریم، خب الان یک دفعه بگیم آقا دین برداشته شد همه آزاد هستن، خب از کجا معلوم این جامعه به این اندازه طغیان کشیده نشه و خیلی چیزهای دیگه میتونه فرهنگسازی بشه که به مراتب وحشتناکتر و بدترن، به مراتب. ممنونم که ما میبینیم بعضی دنیا. ممنونم جوابتون میدم. من یه مورد بگم در مورد ازدواج به با محارم که گفتی، البته ربطی به جوابت ندم و کلی میخوام بگم، اون چیزی که از نظر تو الان عادیه در حساب کن در اون قسمت خاورمیانه یا داخل ایران که تو خیلی راحت شاید با دختر خالت یا ازدواج دختر خاله پسر آفرین آفرین آره ازدواج دختر خاله پسر خاله پسر دایی نمیدونم واقعا اینو ازدواج برای تو عادی است و انجام میشه تو ایران، این عمل عملا تو اروپا و خیلی از کشورها اصلا براشون عجیبه. مگه امکان داره آدم بخواد با دختر خاله خودش ازدواج کنه، یا اصلا فکر بکنه که بخواد با دختر خاله یا با دختر عمه خودش به عنوان مثلا رابطه چی میگن نزدیکی داشته باشه؟ برای اینا همچین تفکریه. حالا من وقتو میدم به سایر دوستان، بیشتر این صحبت نمی کنم. منم یه صحبت کوچولو بکنم در مورد صحبت دوستمون. آقا بابک عزیز ببخشید یه وقت ویژه لطفا به من بدید، من چه مطالب یادداشت کردم خواهم پاسخ بدم. ناصر جان این چند این 3-4 دوست عزیز مصاحبهشو تمام بشه بعد میگردیم خدمت شما، شما وقت اضافه دارم خواهم داد. ببخشید دوستمون کلن در مورد تاپیک که صحبت نکردن، ولی چون مسئله مهمی رو گفتن فقط نمونه هایی هست که کشورهایی که شما می فرمایید از کجا معلوم
میتونیم نمونه هاش رو ببینیم. دانمارک، سوئد، نروژ، اینا رو شما میتونید ببینید. اینا کاملا کشورهایی هستن که بیشتر از 70%شون آتئیست هستن و دین هیچ نقشی توی حکومت داری نداره و ازدواج با محارم هم قانونی نیست و همونطور که بابک گفت حتی ازدواج با دختر خاله و دختر عمه و دختر عمو هم خیلی قبیحه، برعکس اون فرهنگ اسلامی که شما دارید و خیلی راحت با اینا ازدواج میکنید. اگه بشه من یه نکته اضافه کنم. مثلا در جامعه 1 میلیارد نفر خیلی جا دیده شده. آقا حسین اجازه بده برمیگردیم به همونطوری که جای اتفاق افتاده. میکروفون رو ببند. احتمال داره بشه واقعا. دوست شده، من میگم شده. حسین جان بله بله ببخشید عذر میخوام. میکروفونتون رو ببندید چون شما ظاهرا اندروید هستید، بعد ما نمیتونیم میکروفوناتون رو کنترل کنیم، بعد حق بقیه ضایع میشه. شما هر چی دلتون خواست در تایم خودتون گفتید. بابک جان بفرما. کرن نه نوبت کرن میده. کرن جان بفرما. من فقط یه نکته اضافه کنم به صحبت‌های دوستمون بابک و یاسر. ببینید غیر از این که کلا در این جوامع ازدواج با دختر خاله پسر خاله اینجور چیزا خیلی زشت و غیر به اصطلاح معمول حساب میشه، شما حساب کنید سکس با مثلا بچه‌ای که زیر 18 سال هست هم همینطور یکی از بزرگترین جرماست، اصلا به خاطرش زندان میافتید، نه اینکه فقط بگید یه حرکت زشته. ولی تو کشورهای اسلامی خیلی نرماله، یعنی دختر 9 ساله رو بالغ حساب میکنن. سکس با بچه در واقع پدوفیلیه، کودک آزاریه. ولی مثلا شما میفرمایید در واقع دارید از یه چیزی دفاع انتقاد میکنید، میگید چه لزوم تضمینی داره که مثلا همچین اتفاقهایی نیفته، در حالی که واقعا چیزی که خودتون دارید تبلیغ میکنید ازش دفاع میکنید مستقیما داره به صورت سیستماتیک به خاطر اینکه سنت رسول الله بوده ایشون در سن 5 و چند سالگی با بچه 9 ساله سکس میکرده، بچه بازی خیلی نرماله توی اسلام، تو تمام کشورهای اسلامی به صورت کاملا قانونی داره اجرا میشه. واقعا اصلا نمیشه در واقع توجیه کرد. بعد به آقای کرمیز لطفاً به تفخیزم اشاره کنید. آقای سوجان بله. خواهش میکنم. بله در طول در خود مثلا رساله امام خمینی چیز هستش، اصلا سکس با نوزاد هم در واقع مجاز شناخته میشه. شما میتونید حالا دخول نمیتونید بکنید بچه زیر 9 سال، ولی واقعا میتونید مثلا حالا با هر مدل کار غیر از دخول میتونید خودتون رو ارضا کنید. اینا واقعا اصلا خیلی تر چیز هستش، اصلا جای دفاع نداره. بعد دوست عزیز آقای حسین شما میفرمایید چه تضمینی داره اگر دینی وجود نداشته باشه ملت به خواهر و مادر خودشون تجاوز نکنن؟ من از شما یه سوال دارم، آیا شما برای تشخیص این که بخواید با خودتون فکر کنید من نباید به خواهر خودم تجاوز کنم، نباید به مادر خودم تجاوز کنم، احتیاج به دین دارید؟ یعنی اگه شما مثلا به دنیا اومدید تو گوشتون از اون نمیخوندن یا بهتون اسلام رو یاد نمیدادن، شما الان داشتید اون کارو میکردی؟ قطعا این کارو نمیکردی. چرا فکر میکنی این از به خاطر دینه یا به خاطر ادیان این چیزها رو یاد دادن؟ یعنی شما خودتون واقعا قدرت تشخیص خوب و بد رو ندارید؟ اگه فکر میکنید مثلا فرض کنید دزدی، نمیتونید تشخیص بدید دزدی دو بده، دروغ بده، تجاوز بده، اگه اینا رو متوجه نمیشید که کلا چیزهای اشتباهی هستن و فکر میکنید حتما باید یه نفر تو یه کتاب قدیمی به یه زبون دیگه یه چیزی نوشته باشه هزاران سال پیش و شما حتما برید اون رو بخونید که بفهمید این چیزا بد هستن، واقعا فکر میکنم مثلا باید به طرز فکر خودتون شک کنید، باید به ذهنیت خودتون شک کنید. چرا فکر میکنید ما همیشه احتیاج به یه سری متن چرت و پرت داریم که همیشه هم باید بریم دنبالش بیفتیم ماله بکشیم چیزای ترجمه‌هاشو عوض کنیم که سعی کنیم ازش یه چیز آبرومند در بیاریم؟ سعی کنید از یه مقدار منطقی فکر کنید، یه خورده باز فکر کنید نسبت به مسائل. عذر میخوام ازتون. ممنونم کرمت عزیز. منم که وسط بحث آقای حسین بهش گفتم احکام سکس با حیوانات چرا در کتابی که خمینی نوشته چیه توضیح المسائل، در توضیح المسائل خمینی نوشته شده، چرا در مورد شرایط سکس با حیوانات، مگه مسلمان ها با حیوانات سکس میکنن که براش احکام اومده؟ آقای چرچیل اجازه بدیم من این دوست ما آقای اسماعیل خیلی دیگه میگم این نیسای من دیگه به هر حال داره هی داره پویسن پیغام، اگه دوستان اگر اجازه میدن یه من شرمنده شدم در حد یک دقیقه چون به خودش به من گفت یک دقیقه زمان میخواد، یک دقیقه بهش یه فرصتی بدیم چهار کلام صحبت کنه و میخواد بره اگر امکانش هست. بله بفرم. ممنون. یک دقیقه آقای اسماعیل. باشه چشم ممنون. من چند تا نکته فقط تیتروار بگم و برم. آقای کرمیت فرمودن که تفخیز نگاه کنید، امام کتاب توضیح المسائل نیست که تحریر وسیله است، اینجا نظره کس دیگر رو میاره در صفحه دیگه که الان آدرسش رو بهتون میدم جلد 3 صفحه 495 تمام استنباطات و حتی خود این عقدارم زیر سوال میبره.
در مورد ازدواج عایشه که فرمودید ما روایت صحیح داریم در کتاب سنن ابی داوود که ایشون فرزند داشته قبل اینکه با پیغمبر ازدواج کنه. در کتاب سنن ابی داوود صفحه 326 اونجا که پیغمبر بهش میگه به ابن که عبدالله فاکتنی به ابن که عبدالله من کنیت رو میذارم به اسم پسرت عبدالله. این هم نکته بعدی روایتم صحیحه، من برای آقا بابک میفرستم. اون احکامی که گفتید نگاه کنید، بحث حدود هم دیگه، یک شخص مسلمان امکان داره با یک حیوانی نزدیکی کنه، خب این شخص اگر این کار رو انجام داد حکمش چیه؟ خب حکمش دیگه مشخصه، داخل دین هم آمده و براش اون بحثی که هست رو مشخص کرده. فقط نکته پایانی آقا کرمید، اونجا که فرمودید زنیم در مورد یک شخص خاص، آقا اسماعیل بابک وقت اسماعیل رو پاس کن، حسین جواب 30 ثانیه فقط جواب تو داد. چش اجازه بده پاس کردم من بخوام فهمیدید، ولی آقا یه لحظه نمیکنه. اوکی خب نگاهی که میگید نمیکنه، من رفرنس رو میفرستم که انجام میدن. این یک نکته. نکته بعد آقای کرمیت که فرمودن توهین تو قرآن، نگاه کنید وجه شبه داله بر توهین نیست. مثلا یک شخصی که یک الاغی که مثلا کتاب بارشه با اون کسی که علم داره و بهش عمل نمیکنه، اینها مثل همن. زنی من که گفتی در مورد کفار نیست عزیز دلم، در مورد یک مسلمان منافقیه، در مورد خالده، در مورد خالده و در مورد کفار نیست. پس اینکه یک وجه شبه، ما الان داریم میگیم طرف خرخونه، داریم میگیم که طرف خودشو زده به خواب، همه رو آب میبره، ایشونو خواب میبره، سمون بکمون امین، اینها هم از این جهته و اینها به عنوان تون نیست و ادبیات عرب با ادبیات فارسی متفاوته. من عذر میخوام از شما، با اجازه مرخص میشم. آقا بابک ممنون از لطفتون، خواهش ممنون. خدا نگهدار همه شما بزرگوار. سلام دوستان، من شما عذر میخوام که اگر وقت اضافه به ایشون دادم و خواهش آقا بابک نداره. آقای چرچیل بفرمایید. بچه ها خواهش میکنم میکروفوناتونو باز نکنید. آقا اسماعیل اگه صحبتی نداری میتونید برید تو آدینس. سلام خدمت دوستان. اینکه آقا علی گفتن مسلمان ها نمیذارن، کاملا حقیقت، مسلمان ها نمیذارن ما عقایدمون رو بگیم. و اینکه گفتن رابطه با مهار، این اولا یک چیز قضایی داره، یک جریان قضایی پوششه که وقت نیست من میخوام توضیح بدم. ولی در لیبرال و فردگرایی شما میخونید که آقا فرد هر چیزی بخواد جامعه مستلزم اونه که براش ایجاد بکنه. خب الان آیا در این جامعه این راهی که من میرم شما میرید هر روز، آیا خدا زندگی میکنه یا من دارم زندگی میکنم؟ این جامعه، این وطن، این خاک، اینجا مال منه، خب مال شماست، مال خدا نیست که خدا بخواد براش تصمیم بگیره. اگر میتونید خدا رو ثابت بکنید که عام باشه، خب اون موقع آره هر حق با شماست. ولی موقعی که نه خدایی رو میتونید ثابت بکنید نه فطرت دینی رو، آیا شما میایین به یک اصل در لیبرال توهین میکنید و میگین که آقا اینها اشتباه کردن، در حالی که این کاملا قانونی و کاملا درسته. هر چی فرد بخواد اجازه میدن انجام بده، هر کاری که تا جایی که قانون بهش اجازه میده حق داره انجام بده، چون آزاده، انسان آزاد خلق شده. حتی خود حسین ابن علی میگه اگر دین نداری لااقل آزاده باشید، مردم آزادن. این که دوستان میگن حالا رابطه با مهار، من اصلا کاری ندارم، فقط باید در نظر بگیریم که اون چیزی که اونجا اتفاق افتاده بر اساس اون خط فکری خودشون بوده. اینجا هم حالا آتیست ها رو میکشن، نمیدونم سنی ها رو نمیذارن نماز جمعه بخونن. خب چرا اینا رو نمیگیم؟ یادتون افتاد که رابطه با محارم اشتباهه؟ یادتون افتاد که نمیدونم به حالا اگر جامعه بیدین بشه بله دیگه ما دیگه نمیتونیم زندگی بکنیم، ما دیگه بدبخت میشیم. 1400 سال ما اسلام رو داریم، 500 سال جامعه غرب اومده، ما کجاییم اونا کجان؟ من وقت دوستان رو نمیگیرم و میذارم بقیه هم حرفشون رو بزنن. ممنونم از شما سوالات. علیرضا، علیرضا من لطفاً یه توضیح از دوستان اگر میتونن یا اگر بخوام من بدم، این رابطه با محارم تو فرانسه به هیچ عنوان قانونی نشده، این یک دروغی بوده که رسانه‌های داخلی ایران گفتن. اگر نیاز بود من یه توضیح در این باره بدم. بله درست. چشم حتی یکی از دوستان ما هم آقای سامان عزیز، خودشون ساکن فرانسه هستن، دو این قضیه هم زیاد این مسائل رو دنبال میکنن، حتما ایشون هم میبریم بالا که صحبت کنن. سامان آوردم بالا اگه اجازه بدین صحبت کنم.
سامان جان، آیا شما که در سال هاست در فرانسه صحبت میکنید، آیا ازدواج با محارم در فرانسه قانونی هست یا نه؟ درود مجدد بر همه عزیزان. برای اینکه سوء تفاهمی پیش نیاد، چون نمیدونم شاید کسی جدید باشه بین ما، لطفاً بگید که چرا به من وقت دادین، چون که جزء سوال متوجه شدی؟ آره گفتم شما به دلیل جواب بدید. نه من فکرام به من وقت دادین که توضیح هم بدم. آره دیگه خب باشه، من خواستم بگم یعنی دوستان بدونن که چرا نه شما این توضیح سوالو بده سامان جان، بچهای دیگه در فرانسه که اصلا همچین چیزی نیست. من فکر می‌کنم بابک جان شما خودت پاسخ داری به این. اتفاقا نکته‌ای که من داشتم گوش می‌کردم همین بود، به اینکه نه تنها در جوامع در واقع حالا به قول دوستان غربی چنین چیزی وجود نداره، که من فکر می‌کنم حتی در نمی‌دونم ژاپن و کره و برزیل و حتی مثلا مالی هم همچین چیزی وجود نداره. درست شد؟ در قلب آفریقا نه تنها وجود نداره، بلکه ازدواج با دختر خاله و دختر عمه و اینا اصلا این قبیحه. این خیلی این چیز وحشتناکیه که دوستان مسلمان به دلیل اینکه محرم و نامحرم دارند و چون دختر خاله را نامحرم میدانند تازه باش ازدواج هم میکنند. این از این. حالا اگر خواستید من هر وقت دوست داشتید اصلا در خدمتتون، یه 3-4 دقیقه وقت بدید نکات یادداشت کردم در طی بس صحبت کنم. ممنونم. چشم، حتماً.